درود خدمت همه شما دوستان عزیز، با نام و یاد خدا شروع میکنیم یک ویدیو دیگر، یک ویدیو با خبر فوق العاده بد. 12 افغان به جرم آدم ربایی در ایران بازداشت شدند. یه تیم برای خودشون تشکیل داده بودن که آدم ربایی میکردن، باج میگرفتن، حالا هر بلایی سر بقیه می آوردن خدا می دانه. خبری که به تازگی منتشر شده و تو کل رسانه ها پخش شده و این امر دقیقا کاری کرده که اخراج افغان های غیر مجاز بیشتر بشه، سریعتر بشه، قاطعتر بشه. یعنی فقط دارن بهونه دست می دن که زود به زود اخراج کنن عتبای غیر مجاز را. حالا ما کاری با عتبای مجاز نداریم، دارن زندگی خودشونو میکنن و قانونی اومدن، قانونی هم دارن زندگی میکنن. و اینکه صدای مردم ایران خیلی بلند شده، خیلی خیلی بلند شده. حالا این 12 افغان که حالا کجا بودن، کجا آدم ربایی میکردن، در داخل ویدیو قراره ببینیم و اصل داستان ببینیم چیه. داخل مجلس هم یه طرحی تصویب شده بالغ بر این که اخراج افغانهای غیر مجاز حتمیه و خیلی قاطع و سخت و این خبر رو داریم. بریم با هم دیگه ببینیم. این خبر خیلی مهم چند دقیقه پیش روی خروجی یکی از رسانه‌های مهم قرار گرفت و اون خبر دستگیری 12 تبعه افغان در پارسیان که قصد کودک ربایی داشتن. حالا شهرستان پارسیان کجاست؟ یکی از شهرهای استان هرمزگانه. بریم ببینیم تو خبر چی گفته. میگه طبق اعلام سپاه شهرستان پارسیان، طی گشت‌زنی در شهرستان پارسیان و عملیات مشترک توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در مجموع اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران، اتباع افغانه که قصد روبودن تعدادی کودک و نوجوان در این شهرستان را داشتند، حسب دستور مقام قضایی شهرستان طی عملیاتی غافلگیرانه به دام ماموران سپاه پارسیان افتادند و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت فراجا جهت سیر مراحل قضایی تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند. حالا اینکه بعد از آدم ربایی می‌خواستن چیکار بکنن، قصدشون چی بوده، الله اعلم. بعضیا دقیقاً همینه دیگه، آدم رو برای چی می‌کنن؟ یا اینکه پول بگیرن از خانواده‌شون، یا اینکه به هر حال آدمی زاده دیگه، به خاطر مشکلات زار کار میکنه، تمام اجزای بدنشو تک تک کنه و بفروشن که بوده در داخل ایران بوده، ایرانی ها این کارو کردن و یه چیز طبیعی افغان ها بودن که این کارو کردن، بوده، یعنی از قبل بوده بگی مثلا. ولی خب این خبر که یهویی اومد تو این داد و بیداد، تو این روزهایی که افغان ها خیلی روشون زومه، افغان های غیر مجاز و قرار همشون دیپورت بشن بگیرن، چند تا خبر بود که گفتن آقا بیان خودتون رو تحویل بدین، کاری نداشته باشیم. چند تا خبر بود که به زور میگرفتن و اذیت میکردن و افغان هایی که دیپورت میشدن میرفتن اون بر مصاحبه میکردن که آقا ایرانیان اینجوریان، ایرانی ها اونجوران. خب غیر قانونی اومدی تجاوز کردی به کشورشون دیگه، چه انتظاری داری چه جوری باید رفتار کنن؟ خب حق دارن دیگه. با در داخل همه دنیا همینه، شما غیر قانونی وارد هر کشوری بشی خب دیپورت میکنن، ولی این رفتاره با اون رفتاره تفاوت داره، اینو قبول دارم. میگن که میرن کلیهاشون رو میفروشن، بعضیا حرفای دیگه میزنن. من نمیخوام قضاوت بکنم چون در جریان ریز جزئیات این پرونده نیستم. اما اینکه این 12 نفر چطور شناسایی شدن، اینم از اون ترفندهای پلیسی هست که جا داره روش بحث‌های مفصلی انجام بشه، اما در یک محفل دیگر. در کنار این خبر که خیلی مهم هست، دیروز وزیر کشور در استان فارس با امام جمعه شیراز ظاهراً یک دیداری داشته که صحبت‌هایی شده. گفته اتباع خارجی غیر مجاز در اسرع وقت ترد میشن، یعنی باید برگردن به کشورشون. اسکندر مؤمنی در دیدار با آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفته مقابله با آسیب‌های اجتماعی از جمله وظایف اصلی وزارت کشور که پارسال نیز معاونت مربوط به این موضوع تبدیل به سازمان شده است. منظورش سازمان ملی مهاجرته. آسیب‌های اجتماعی شاید در لحظه به چشم نیاید، اما به مرور زمان ضربه سختی را به تمام حوزه‌ها در کشور خواهد زد، لذا باید توجه به رفع این آسیب‌ها را مد نظر قرار داد. من یه چیزی بگم، این دو سه سالی که دولت طالبان اومده، هجوم افغان‌ها به ایران
حس میکنم البته در سالهای قبل خیلی بیشتر شده، خیلی خیلی وحشتناک شده و این امر باعث شده که مردم ایران به نارضایتی برسن، اذیت بشن، مورد آزار قرار بگیرن از دست البته یک سری ها. خب به هر حال میدونید دیگه همه جنگل ها شغال دارن، خوب و بد داره همه جا و همه رو نمیتونیم مثال بزنیم قاطی کنیم چون اصلا همچین چیزی وجود نداره. به خاطر این دو سه سال و فشاری که طالبان بر مردم افغانستان آورده، بیکاری، بی برقی، بی اینترنتی، بیکاری، بی پولی، بی همه چیزی و فقط و فقط که فقط بر روی نظام و ساختار خودش داره تلاش میکنه، مردم مجبورن خب بیان کشورهای دیگه کار کنن، پول داره برای زندگی دیگه، برای آینده بچه هاشون. و این امر از ریشه است، یعنی مشکل خود دولت طالبان الانه که باعث شده مردم افغانستان هی فرار کنن، هی فرار کنن این کشور و کشور. و این یک امر خیلی بده که به الان مردم ایران و کشور ایران آسیب رسونده و خیلی داد و بیدادشون در اومده. ما در مورد اون طرف قضیه صحبت نمی کنیم که چقدر مثلا افغان ها در داخل ایران شغل پیدا کردن، کار کردن و خیلی کمک کردن در راستای کسب و کار ایران. حالا اونا یه بحث جداست، الان بحث سر این اخراج است و این 12 نفری که نمک پاشیدن رو زخم. وی با یادآوری اینکه آسیب‌های اجتماعی یک موضوع بین بخشی است گفت کارهای اصلی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید برای مردم آگاهی بخشی و ایجابی باشد. مؤمنی بر ضرورت تدوین برنامه مشخص و مدون با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها در این حوزه تاکید کرد و افزود در این حوزه با برنامه پیش خواهیم رفت تا بتوانیم موضوع آسیب‌های اجتماعی را ساماندهی کنیم. وزیر کشور همچنین به برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت برنامه هفتم در حوزه آسیب‌های اجتماعی چند تکلیف را مشخص کرده که یکی از آنها ساماندهی اتباع خارجی است که با موضوع آسیب‌های اجتماعی هم در هم تنیده است. وی با بیان اینکه کشور توان پذیرش این همه مسافر و میهمان را ندارد افسود حتی یک خانه هم گنجایشی برای پذیرش میهمان دارد و بیش از ظرفیت آن هم صاحب خانه و هم میهمان را آزرده می‌کند. بنابراین در اسرع وقت اتباع غیر مجاز را طرد می‌کنیم، زیرا وجود اتباع غیر مجاز باعث شده علاوه بر ایجاد مشکلات فرصت‌های شغلی زیادی هم توسط این افراد گرفته شود که این مسئله در بازدید امروز از محله سنگسیای شیراز به خوبی مشهود بود. یک سری‌ها که غیر مجاز وارد ایران شدن هیچی براشون مهم نیست، یک سری‌ها میان آقا جنگی باشه، دعوایی باشه، نزاعی باشه، ضرر و زیانی باشه، براشون مهم نیست، میگن فردا قاچاق برمیگردم میرم ترکیه، میرم افغانستان. و کسی که داخل ایرانه و داره مجاز زندگی میکنه براش خیلی چیزا مهمه، حتی راه رفتن، حتی صحبت کردن براش خیلی مهمه چون اومده زندگی کنه. اما غیر مجازا واقعا باید از یک سریاشون ترسید و خطرناکن. در کناری که شغلها رو دارن میگیرن، بحث اجاره مسکن هم مطرحه. مثلا یکی از اینها میاد یه خونه ای رو میگیره 200 میلیون رهنشه، برای اینکه صاحب خونه رو مجاب کنی که خونه رو بهش بده میگه 400 میلیون. پولم که دارن دیگه، الحمدلله پول دستشون هست، از طرق مختلف پول به دست میارن. بعد این یه نفری که خونه رو میگیره 10 15 نفر میرن میچپن توش. همین حوالی میدان شوش تهران رو برید ببینید، میدان شوش، دروازه غار، مولوی، خونه های مجردی 10-15 نفری میان اونجا سکونت دارن. بعد اون ایرانی میخواد بره با 200 میلیون پیش فرضش اینه دیگه، 200 میلیون میخواد خونه اجاره کنه، رهن کنه، میره اونجا، طرف میگه نه دیگه 400 میلیون. چرا؟ چون این اتباع غیر مجاز اومده این خونه رو 400 میلیون رهن کرده، تو هم اگر میخوایی همسایه بغلی داره اجاره میده 400 میلیون باید بدی. این یکی دیگه از معضلات، شالا معضلات امنیتی و فرهنگی و اینا هم جای خود. اما دیدم تو شبکه‌های اجتماعی تصاویری داره منتشر میشه با این عنوان که کانون آرامش جانبازان و ایثارگران، که همینجا از مسئولین محترم انتظار میره که بیان شفاف سازی کنن این کارتا چی هست. حالا این ادعاست، من نمیخوام تایید یا تکذیبش بکنم، میگه امروز یک افغانی کارت ایثارگری به بنده نشون داد که مربوط به فاطمیون بود، ازش پرسیدم جانبازی، خندید و گفت نه جانباز نیستم، اصلا تو سوریه هم نبودم، فامیلمون که سوریه بود یه چنین کارتی برام گرفت. با روحیه‌ای که از مدافعین حرم سراغ دارم که اساساً بچه‌های با اخلاق و با تقوایی هستن، من این رو فکر میکنم یک شیطنت رسانه‌ای باشه. اما با این حال احتمالش وجود داره، یعنی میتونیم 1% حداقل احتمال براش قائل باشیم دیگه. بنابراین
زیبنده و شایسته است که مسئولین در این باره هم ورود پیدا بکنن. اگر تخلفاتی صورت گرفته حتما بررسی و رسیدگی بشه و با توجه به مشخصاتی که هست در این پایش‌های اجتماعی که میشه اینها رو شناسایی بکنن و حتی به جرم جعل اسناد هم میتونن مورد تعقیب قرار بگیرن. اگر هم این نیست بیان اعلام بکنن که این شایبه ها در فضای مجازی به وجود نیاد. اما الان میدونم برخی از دوستان افغانستانی که عضو کانال هستن همیشه هم لطف داشتن، بالاخره یکی دو مورد شاید توشون پیدا شه که از ما ناراحت بشن به خاطر این برنامه، خودشون رو بذارن جای ما ببینم آیا میتونن همچین چیزی رو بپذیرن. اگر جای ما برعکس بود آیا چنین چیزی رو میپذیرفتن؟ در حالی که خودشون هم میدونن بنده یکی از کارهایی که مدام میکنم خدمت به افغانستانی عزیز مقیم ایرانه. این یه نمونهشه. یا الله حاجی خونه است؟ من یه سلامی بدم به حاجی. این بسته معیشتی که به این خانواده محترم داده شد که یک پیر مرد 85-90 سال است با یک دختر 55-60 ساله که مجرده داره زندگی میکنه، نزدیک 3-3.5 میلیون هر سری بسته معیشتی ایناست که این سری از 3 میلیون به بالا شد. مقداری پول نقد داده شد، مایحتاج ضروریشون هم بهشون دادیم. اینا مال کیه؟ مال همین هفته اخیره، یعنی یه هفته هم نشده. یه نمونه دیگه هم ببینیم. دمت گرم. دمت گرم. اینم یه پیرمردیه با زنش، یه پیرزن زندگی میکنن، نزدیک 50 سال ایرانن. 50 سال. خوبی آجی؟ زنده باش. هیچ حقوق بازنشستگی و اینام که ندارن، که نه بیمه ای، نه بازنشستگی، نه پسندازی. توی خونه مستاجرن تو روستای اطراف تهران. دمشق واقعا. این چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ اینکه وقتی یه خبری پخش میشه این نیست که این دوست عزیزمون آدم نامردی، آدم مثلا فلان فلان شده، نه، این داره کار خیرش رو انجام میده، کار درستش رو انجام میده. خب 12 نفر اومدن تجاوز کردن، آدم ربایی کردن، فلان کردن، شما انتظار دارین مثلا بیا تعریف کنه آی 12 نفر اینجوری اونجوری فلان؟ و باز احمقهایی هستن که ناراحت میشن میان کامنت منفی میذارن. واقعا یارو مینویسه به تو چه فلان؟ آخه تو آدم، تو انسان نیستی، انسانیت رو نمیفهمی. همشهریت، همکشوریت. من الان خودم داخل ترکیه زندگی میکردم، از تموم ایران، حالا همشون، از خیلی ایرانی ها من تنفر داشتم، فرار میکردم. یعنی یه کاری کرده بودم میرفتم یه جایی میگفتن ایرانی، هم همه میترسیدن. خب نباید دیگه من به حساب اونا زخمی بشم. اونا کار بد کردن، اونا دزدی کردن، اونا خلاف کردن. بحث اینجا هم همینه. ببین داره به یک سری ها داره کمک میکنه، حالا به هر طریقی، هم ما کار نداریم، فیلمشو گرفته، این که نشون بده خدمتگزار هست. ولی کسایی هم که دارن نامردی میکنن، ضرر میرسونن، باید 100% اخراج بشن. شمایی که داخل ایران زندگی میکنید خیلی خیلی محترمانه زندگی میکنید، همونطوری جواب میگیرید. اگه حرکت بدی هم انجام بدی همون حرکت و بد و بهتون بر میگردن. این در داخل دنیا همونطوره، فرقی نداره ایرانی، افغان، آلمان، انگلیسی یا هر کجایی باشی. یا رو داخل آمریکا میره آدم میکشه، خب فردا اعدامش میکنن، آمریکایی هم هست. نمیگیم بگیم همه آمریکا بد. یه ایرانی میره داخل آمریکا مثلا یه نفر میکشه اعدامش میکنه، آه همه آمریکا بد شد. نه، مشکل از ایرانی هست. پس چی؟ حواسمون باشه. و این اتباعِ غیر مجاز و کسایی که خطرناکن، واقعا دوستمون خوب نوشته بود، میگفت خدا رو شکر من مجاز هستم و دارم درست زندگی میکنم و از اخراج این افراد خیلی هم استقبال میکنم. مرسی که بودی، دمتون گرم، تا ویدیو بعد.